من رستم اشمعتف زاده دهه سرا جماعت پانغاز سابق نماینده اپوزیسیون در ناحیه اشت مؤسس حزب نسل اسلامی تاجیکستان در ناحیه جانشین رئیس ولایت اوید به کادر عمومی سیاسی تا سال 2000 در خوجند و 4 سال به حیث خوشناس در ریاست ولایتی حزب نسل اسلامی تاجیکستان کار کردم چون بعد از جنگ شهروندی یگانه تلاش آنهایی که بیرون از خارج بودند وارد شدن آنها به شناختن آنها در جامعه تاجیکستان به حیث یک حزبی خاراکتر دین داشته متاسفانه آنها به هدف رسیدن مثلا سرقانون جمهوری تاجیکستان فعالیت حزبای خاراکتر دینی را در بون نشان داده است این تو یک وقت معینه که الان مثلا این حزب نسل اسلام به حیث یک حزب تروریستی شناخته شده است و دیگر برنامه آیین نامه این حزب هم معلوم بود لیکن متاسفانه چون غرض های جامعه ساز نبودن با گذشتن مرور زمان برای جامعه جهانی برای شهروندان تاجیکستان معلوم شد که این حزب هدف های آینده ساز هدف های جامعه ساز ندارد چون بعد از جنگ شهروندی که اکثرا مثلا نمایندگان اپوزیسیون در جمهوری اسلامی ایران بودند آهسته آهسته برای اون که مثلا پیدا کنند که مثلا طرفداران آنها در جامعه زیاد شود و باید یک حزبی هم تشکیل داده که خاراکتر دینی باشد این هدف آنها همین بود و آهسته آهسته در ولایت این چیز تشکیل شد بعد به ناحیه این چیز آمد لیکن بعد از اون که مثلا آنها در جمهوری اسلامی ایران بودند علاوه آنها نمایندگان خود را آهسته آهسته در ولایت سوخت تشکیل دادند که آنها به تمام ناحیه ها از جمله محک اساسی حزب نسل اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت این شهر اسفره بود چورکو و به نمایندگی از آنها به ناحیه اشت آمده بودند فکر میکنم سالهای 95 باشد مرا همچون به حیث رئیس همین حزب انتخاب کردند من در همون حال حیران میشدم که من که مثلا از علم اخروی اونقدر باخبر نبودم نفران زیاده بودند که مثلا دانش واقعی اسلامی داشتند چرا آنها مرا انتخاب کردند بعد گذشتن مرور زمان فهمیدم که کبیری که خودش خط کننده صنایع یمن بود و علاوه برای معلوم بود که برای ایمیج میکر چهره سازی کردن برای خودش و از انسان های بهتری استفاده برد یکی اگر من باشم دیگری در دوشنبه این خواهر زرافا رحمانی بود که خواهر صاحب دیپلم بودند آخران صحبتی که در روزنامه هم خواندیم که به حیث نوشته شده بود که کبیری با ما خیانت کرد و خدا را شکر میکنم که در قطار اون 12 نفری که به جزاهای زیاد محکوم شدند جناب یک محبت و کرامت و ایثار کردند که همین ضعیفه را از همین چیز جدا کردند خواهر کبیری به ظرفا تلفن میکرد میگوید که ما که میگریزیم به خارج وطن ظرفا حال تو چی میشده باشد ببینید یک نفری که مثلا 10 سال با اونها خدمت کرد از معلومات و از سلیقه و از فرهنگ و استفاده بردن پس چقدر مثلا ما این حزب را گفتیم که این حزب جامعه ساز است آیا اون خیانت نیست یا شخصا به خودم وقتی انتخابات میان دوره 2015 هم بود که من اومده بود در همین شهرک شهیدان که برام میکرد دیگر من عنیق میدونستم که وای با سحر خانش مردم را مات میکند همین واقعه را ما بیان کردم وای چیکار کرد وای برام به اون گفت که تو خیانت به ملت و حزب کردی سوال به میون میاد آیا من خیانت به حزب ملت کردم یا کبیری کرد دیگر معلوم است که هدف نهایی هر یک حزب به دست آوردن قدرت است علاوه خصوص حزب نسل اسلام است خود یک چیز است سوال من است که آیا مثلا به دست آوردن قدرت به رأی مردم است یا که به طور اجباری جمهوری اسلامی ایران هزارها میلیون ها دلار برای انتخابات صرف میکرد که بنده شاهد این چیز بودم در انتخابات 2015 با کبیری چند دفعه پیش از این بخور زنگ زدم که بیا یک صحبت کنیم تو گفتم همین سال با انتخابات 2015 به خاطر ثبات آرامی تاجیکستان با تمام نمایندگان حزب خلقی دموکراتیک آواز دهیم و حزب رو هم نامش رو دیگر کنیم لیکن متاسفانه نامدن آنها اما نتیجه معلوم شد که آنها با این انتخابات 2015 میلیارد ها دلار صرف کردند یک مثال عادی با مثلا نماینده اعضای ریاست که شهروند استقامت کننده دهه چورکو است اختصاصی معلمی زبان انگلیسی اولو میشد که مثلا با معلمش نمایندگان از منطقه ماند که مثلا 100 نفر در اونجا مثلا آبروی حیثیت دارن
و یک نفر دیگری هم میگوید که در این جمعه ما 50,000 کاسه آفسید را تقسیم کردیم که به نمایندگی یا که به طرفداری قاصدین واحد خان آواز دهند. این خودش خنده‌آور نیست؟ سوال می‌افتد 50,000 کاغذ آفسید از کجا پیدا شد این مبلغ؟ کی مبلغ گذاری کرد؟ جمهوری اسلامی ایران؟ حتی سفری آخرانی که مثلا اعضایان ریاست که در حیث وی ظرفور رحمانی بود اون وقت به ایران رفتن کبیری و دیگر نفرانی که بودن به یک مهمانخانه و جوشن که مثلا 4 ستاره 5 ستاره بود ظرفور میگه که ما رو به یک جا بردن که عقل انسان نمیگرفت. لیکن وقتی بازگشت در میدان هوایی ما به همون چیزهایی که داشتیم به همون آمدیم، لیکن در دست کبری و دیگرها باکس های پر از دلار از همون گمرک میگذاشتن. ایران با تمام جهد و تلاش کوشش میکرد که تاجیکستان یک جامعه شیعه شود. شیرالیف عبدالمنان این فریب و مکروه خود را از دادرش فراموز عبدالولی شیرالی گفته بود و بسیار انسان مکر هم هست و برای به هدف برآوردن مقصد خود با تمام کار قادر است. و این روز هم اگرچنده که مثلا ادعا دارن که وی وجود ندارد، من به این یگان زر روز نمی شدم وی البته وجود دارد، وی با طور دیگر فعالیت می کند و حتی وی قادر بود که مثلا در همون جنگ هایی که مثلا در شیره بود تو اندازه که من می دانم به حیث دعوت کردن عقیده اسلامی این از ترکیه به شیره پرواز می کرد و برای هر یک درس های عقیدتی جهادیش از اون خواجگان خودش هزارها دلار می گرفت. هر نفری که مثلا در جمهوری اسلامی ایران در شهر قم که مرکز تروریستی محسوب می شود تحصیل می کردن، هر نفری که مثلا از اون ریاست حزب نهضت می فرستن $100 اونها از نفری که می گرفتن، بعد $1,000 از اون دانشگاه می گرفتن. و درس اینها اصلا درس های تحقیقی بود که یکی از اونها بهترین ویژیون این انا همین حاجی حلیم نظر زاده است. تمام فعالیت استراتژی و تاکتیکی خود را حاجی حلیم در ایران گرفته است. یک چیز است، من اطمینان کامل می دهم که یگان نفر را دولت خارجه بیهوده تعلیم نمی دهد. شما گویید که مثلا کدام نفر در خارجه خوراک می دهد، پوشاک می دهد، پول می دهد و غرض های شخصی خودش دارد که این غرض ها در طول سال ها معین می شود. سال 2014 یک دوره سیاسی آموزشی در جمهوری اسلام گذاشته بود ایران که در آن متاسفانه ما با شرکت میکردیم، ما رو از این بند خط زدن. خب بعد دیگر معلوم شد چند نفر از اون ریاست بودن، بعد به چنین خلاصه آمدن که در اینجا اساسا ایران طرز وارد شدن به ساختار دموکراتی تاجیکستان رو نقشه کرده بود، مبلغ های زیاد هم ارسال میکرد، لیکن متاسفانه آنها به این هدف نرسیدن. این مبلغ ها طرز می آمد که اصلا مثلا به نمایندگی از حزب خرطی دوست همین کبیری، وارد شدن کبیری از میدان های هوایی ایران بدون مثلا انظرگزارانی گمرکی می گذاشت. من به این شویدم از لیویا نماینده ریاست اولی سابق گیم که قاضی حزب نهضت در جمهوری اسلامی ایران و بعد اینجا آمد رئیس کمیسیون تفتیشاتی محمد علی فیضی محمد که کدای سید عبدالله نوری می شود. در حالی که از بحث رو نقل کرد که ما رفتیم به تریپولی لیویا، این بسیار مثلا عامل زبان عربی است. دیگر معلوم بود که مثلا حزب نهضت به تاجیکستان وارد شد باید به چی داخل شود. جوال خود راست نمی ایستد. او چنان مثلا با فصاحت گفته خودش که با همین داشتن درصد تاخیر تاجیکی برآمد کرد که میگه باکس های دلار رو پر کردیم و حتی نفری گفت که وقتی که مثلا کمیسی آشتی ملی سور استقرار شد، هلیکوپتری که از افغانستان به تاجیکستان می اومد نقل میکنن که هلیکوپتر کنترل خود رو گم کرد. یگانه را چکر یا نکر بود، باید یا یک نفر پرسن نکر یا که یک باکس دلار پرسن نکر. یعنی اونها یک باکس دلار رو پرتفتن تا که هلیکوپتر به خود وارد نشود. سوال به من اونه این دلار از کجا اومده بود؟ این دلار به کدام مقصد بود؟ به غرض های خود. یک مثال عادی شما ببینید، اون نفرانی که از ایران وارد شدن که به حیث مثلا حزب نهضت بودن، هم مثلا دارای 2-3 خانه بودن، 3-4 ماشین داشتن. یعنی از این معلوم شد که مثلا حتما آنها با مؤلف های وارد شدن که مثلا برای خود یک کار چی کردن. خیلی دیگر ما مثلا در داخل حزب بودیم و کمبودی های آنها رو می دیدیم. خیلی فرض کردیم مثلا
یگان مثلا برنامه های انسانساز و جامعه ساز نداشتن. مبلغ هایی که وارد می شد نمایندگان به حیث مثلا اعضای ریاست سید ابراهیم نظر و خواجگی زنبوری اصل پروری داشت، سید عمر حسینی تجارت های خودش داشت، محمد علی گویم که فیض محمد این هم تجارت خود داشت. سال این اعضاهای عادی مثلا به نمایندگی من مثلا اعضای رسولی حتی مثلا یگان چیز از این برخوردار نگاه کنید. وقتی که عیب ها افشا می شوند باید برای اون که عیب ها افشا نشوند باید چی نفری که افشا میکرد باید از بند برده چی شود. سال 2012 ده روز اول رمضان ماه آگوست همچنین به حیثی گویم که شنواندگون اکادمی اسلامی نهزد من این رو فهمیدم خودم رفتم مثلا خودم گفتم که بیزار به من سرتیفیکات ما رفتم. لیکن وقتی فهمیدم که آنها برنامه های آمادگی به انتخابات 2015 را دارن وقتی چون غرص های آنها را یک چند بار افشا کردم کار تا جای رسید که به همون حجره ای که در آنجا مثلا مواد خوراک تقسیم می شد برای آنهایی که روزه بودن البته این عنایت پروردگار است. من همه روزه آن را مثلا با دست می کشدم در را درم در یوهانیم بود همه روز کی مشکل مثلا دردم بود به همه روی مارت داشتم که در کشوده شده شراره در بالای در پیدا شد همون دوست 20 واتر آورد بهم چسبانده موندم که مقصدم من دوره مثلا وای شدم اینا برای هدفش نه که به همه کار قادر بودم یک نفر روش یکم برای هیچ کی چی بود از بین بردین اونها چرا اینا غرس های خیلی مثلا بالا داشتن که برای به هدف برآوردن غرس اونها به همه کار قادر بودن. یکی از اسباب های مثلا دیر پذیرفتن امضای صلح و استقرار ملی که 27/97 شد آنها دعواهای میکردن که همین سازشنامه به قوا پرداخته شود تا که آنها یک قوه مبلغی جمع کنند. مثلا یک مثال عادی کدام عقل سالم میگیرد که حاجی اکبر توراژانزاده به حیث وزیر دفاع از تقسیم 30% مثلا محسوب شود؟ انسانی که مثلا یگان دانش حربی ندارد همه اینها به کدام مقصد بود؟ البته طرف تویستان به این چیز راضی نمیشد از من فاصله ها میگذرد و آنها برای به هدف رسانی مقصدهای خود مبلغ و یاراق جمع میکردند. یعنی دور پرتافتن امضای سازشنامه صلح برای به مقصد رسیدن آنها بهترین مرحله بود. در اصل نقش آنها باید آهسته آهسته در ساختار وزارت دفاع باید نفران آماده کرده شوند که برای تبادل آماده شوند. سوالی به من میآید مثلا یک جامعه اسلامی برای اینکه رشد کند اول باید نمایندگانشان از دامله ها شروع کند و دیگر آیا سوال می آید آیا دامله ها یراق دارند یا نه و از تاکتیک جنگی باخبر هستند یا نه. نظرزاده هم دینی اخروی داشت هم دینی چی دنیوی داشت هم دینی تاکتیکی داشت حربی داشت. یعنی باید آهسته آهسته مثلا حرکت میکرد که در طول سالهای زیاد یک کاری کند که آهسته مثلا به تبادلات چکار کند وارد کند که تیرش به خواه خورد. حوزه علمی قوم فخر از آن میکند که مثلا چند نفر شهروند تاجیکستان را مثلا تعلیم داده است آنها برای مثلا دیگر کردن ساختار تاجیکستان حرکت میکنند. بیکادر هیچ وقت چی تبادلات کرده نمی شود و آنها برای هر یک نفری که فرستاده میشه $1000 با سید ابراهیم میدن. این چیز برای ما عنیق بود فکت های زیاد رو مثلا نسبت داریم و دیگر سید ابراهیم با همه کن اون مثلا نوارهایی که فحشی ها را گرفته بودن هم از این چیز گواده میده بود و او صاحب خطا نکنم مگر صاحب سه زوجه بود. فرزند های او و فرزند های سید عمر همه تعلیم گرفته از مکتب تروریستی قوم هستن. تشکلات تروریستی اکستریمیستی نهضت اسلام اصلا هدفهایشون مثلا در زیر نقاب اسلام به هدف رسیدن بود. اینها با همه کار قادر بودن که مثلا با همین درجه چه در بین مردم آبرو گیرند. لیکن سوال به من میاد که همین حزب تروریستی اکستریمیستی برای جامعه تازون چی کرده است؟ اینه باید عقل سوال به نظر گیرد. مثلا هدف حزبی که خاراکتر دین دارد مثلا افشا کردن هدف های اسلامی است. آنها یگان کاری نکردن مگر هم که جناب عالی 1100 سالگی امام اعظم رحمت الله علیه همچون مثلا طرفدار مذهبی هنفی و دو دفعه سال 2012 و 2015 مسابقه بین المللی قاریان این خود نشانگر اون است که جناب عالی هم پشتبان از اسلام است و هم پشتبان چی
از جامعه دموکراتی و خوبینوی تویستان است. لیکن اونها اگر شدند که به نظر مثلا می نمودند، هدف های شم داشتند که اینا زمانه برای من شما چوکر نشان داد. هر نفر یکی هم داشتند که والله دو سه نفر اویل داشتند. تا جایی که من از نمایندگان اعضای ریاست بخبر هستم، همین آقای کبیری هم اویل داشت. این برای من معلوم شد در سفری کوری 2012 بعد از ادای حج که ماه رمضان بوده، همون بیگوی من تلفن کردم، مشاوری پرزیدنت اوید با من به سر اکی نوردین که زاد روزی پسرشون بود. بعد اویلشون هم بعد از رفتن همه مهمون ها اویلشون گفتن که شما من هم نماینده این نسل هستم. اویلی اکی نوردین گفتن که همین اویلی دویمی گفتن کبیری در همون همشفت خانه ما. و دیگر سید ابراهیم اویلی صاحب دو اویله، سید ابراهیم نظر اوید سه اویله و دیگر اونهایی که داشتن مثلا همه دو سه اویل داشتن مثلا یا که مثلا محمد رضایی مثلا ما کرا که مسئول یک وقتی مسئول بخش فرهنگی بود صاحب دو اویله. ما حیرانم مثلا وقتی اونها مثلا دفاع اسلام میکنن پس تلقین اونها فقط به خاطر دو اویلگی بود که مثلا قانون جمهوری اسلامی تویست قانون کانستیتوسیونی سرکون تویست مثلا مخالف چی است؟ دوزنگی است. درست مثلا خیلی بگذار مثلا اگر شنده که نکاحی قانون رو مان میکنند چرا آنها به نفرهای ازدواج نکردند که آنها یتیم دارند یا مثلا محتاج هستند؟ همه صاحب خانه هستند، همه نرمانی مثلا لگو دارند. آنها با زنها ازدواج میکردند که بینهای متمول بای هستند و دارای مثلا گویند که مثلا قصر آشان هستند. یکان نفر آنها تا جایی که من میدانم آنها با زنهای ازدواج نکردن که مثلا اونها از چی از طبقه پاس جامعه باشن. میگم که وقتی اون رسس کبیری باید توبه کند. چرا؟ توبه یک نعمتی است که مثلا در مقابل تمام مثلا رنج ها قبول می شود. اگر خداوند تبارک و تعالی برای گناه های بود توبه کند، چرا مثلا جناب عالی به خاطر آبادی ملت توبه کبیری را قبول نکند؟ لیکن تا جایی که من میدونم کبیری این کارو نمی کند. ولی جامعه سالم و با فرهنگ تاجیکستان هیچ وقت کبیره رو نمی بخشد. وای خواهیم بماند، نسل های آینده وای رو همچنان خواهیم میشناسند. همچنان که مثلا در جنگ ناپلئون در روسیه در بالای قطارگاه های کوه آلپ که عسکران مثلا از خونیکی و سردازان میکشیدند، سوار و سلاشه گفته بود که شما فراموش نکنید که در مقابل این مثلا سرسپرده های ما، در مقابل این مثلا استادگری های ما، بعد از گذشتن سال ها مردم از ما به نیکی یاد میکنند. سوال بمید از کبیری نسل آینده با چی یاد میکنند؟ به خیانت، به تجاوز، به چاپلوسی، به درویگی، به شانتاژ، به غرض های ناپاک، به احترام نگذاشتن به ساختار کنیسی تاجیکستان، پازدین مثلا حقوق مردم، پازدین حقوق زن ها و غیره که مثلا شاید کلکولیت رو برای افشا کردن عیب کبیری نرسد.